حوادث سال 82 که به مناسبت سالگرد 18 تیر اتفاق بیفتاد، بنده فرمانده نیرو انتظامی بودم. اون زمان در یک جلسه‌ای که شورای امنیت کشور بود، خود دوستان دوی خرداد نشستن مصوبه دادن که نیرو انتظامی که بنده فرماندهشم حق تیراندازی دارم به کوی دانشگاه میتونم برم، ولی کارو نکردم. تو همین دانشگاه صنعتی شریف اگه یادتون باشه یه برخورد اون سال جلو در اینجا اتفاق افتاد. دانشجو هم نباید خلاف قانون عمل کنه، ولی از اون دارم دانشجو بود حرفشو بزنه. شما در دانشگاه تربیت مدرس دیدید وقتی دانشجو اومده میخواستن حرفشو بزنن، بنده ماشین پلیس با بلنگو دادم بهشون حرفشون بزنن. تو اون جلسه آقای عزیز جعفری شاهده، اون موقع فرمانده نیروی انتظامی بودن، بنده هم فرمانده ناجا بودن. تو همین وزارت کشور جلسه گذاشتیم، کوی دانشگاه رو با آتیش کشیده بودن، با حادثه هم توی ترش اتفاق افتاده بود. خب من تو اون جلسه نشستم، نمیخوام اسم ببرم، افرادی تو جلسه شورای امنیت کشور تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونم فرمانده ناجا محکم میشتم لولش میکنم و جمعش میکنم. خلاصه اینا حرفشون چی بود؟ میگفتن اگر نیرو انتظامی میخواد وارد کوی دانشگاه بشه باید مجوز شورای امنیت کشور رو داشته باشد و دانشگاه و مدیران دانشگاه اجازه رو بدن. در اون جلسه آقای معین، آقای ظریفیان همه اونجا بودن، با این کار اونها مخالفت میکردن. من توی جلسه واستادم محکم به حدی که من یه حرف بی‌ادبانه توی جلسه زدم و بلند شدم. خلاصه من توی اون جلسه با برخوردی که انجام دادم مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه رو در سال 82 از شورای امنیت کشور آقای لاری، آقای معین، اونا پاش امضا کردن به من. خود دوستان دوی خرداد نشستن مصوبه دادن که نیروی انتظامی که بنده فرماندهشم حق تیراندازی دارم به کوی دانشگاه میتونم برم، ولی کارو نکردم.